اندازتون رو میبندید و انتر رو فشار میدید. با این کار شما زاویه شیب رمپتون رو به دست آوردید. با داشتن زاویه شیب رمپتون حالا میتونید شدت بار مرده کل رمپ رو در امتداد قائم هم به دست بیارید. پس یک سلول ایجاد میکنم و نام اون رو شدت بار مرده در امتداد قائم میذارم که در واقع مساوی خواهد بود با شدت بار مرده کل امتداد شیب تقسیم بره بازی مثل زاویه ای که اینجا به دست آوردیم. دقت بفرمایید زوایایی که اکسل گزارش میده اگر پیش فرض هاش رو تغییر نداده باشی به صورت رادیان خواهد بود. تنها چیز دیگه ای که میمونه شدت بار مرده کل در پاگرد هست و اون برابر خواهد بود با عددی که برای پاگرد پلتون به دست آورد. حالا شما تمام اطلاعاتی که برای محاسبه بارهای نقطه ایتون مورد نیاز هست رو به دست آوردید. تنها کاری که میکنیم یکم روی شکل گرافیکی جدولمون کار میکنیم. برده بهش اضافه میکنیم. دیتا هامون رو به وسط و مرکز انتقال میدیم و اینکه داده هایی که قرار هستش به صورت دستی وارد شه به رنگ توسی و داده هایی که توسط فرم محاسبه میشه به رنگ سفید در میاریم. حالا با داشتن این مساحت ها و این بار مرده ها در امتداد قائم شما به راحتی میتونید بار مرده کلتون رو به دست بیارید. خب با توجه به فرمول هایی که قبلا گفته بودیم یعنی بار متمرکز مرده برابر میشه با حاصل ضرب هر کدوم از این بارها در مساحتشون تقسیم بر 8. خب پس کاری که من میکنم در دو سلول مجزا هر کدوم از این ها رو محاسبه میکنم. بار متمرکز مرده و بار متمرکز ضرب. مقدار این برابر خواهد بود با حاصل ضرب W1 در S1. W1 ما در واقع بار مرده پاگردمون بود. این عدد ضرب در S1 مساحت پاگرد ها که باید بر 8 تقسیم بشه. به علاوه W2 به علاوه W3 تقسیم بر کوسینوس آلفا یعنی همون شدت بار مرده کل در امتداد قائم ضرب در S2 تقسیم بر 8. خب تنها محاسبه بار متمرکز زنده. اینجا یه سلول دیگه ایجاد میکنم و اسمش رو میذارم بار زنده راه پله. با این کار به کاربرم اجازه میدم که بار زنده راه پله رو از اینجا وارد بکنه و مقدار اون برابر خواهد شد با QL یعنی بار زنده راه پله ضرب در S1 به علاوه S2 S1 به علاوه S2 تقسیم بر 8 و به این صورت شما بارهای مرده نهاییتون و بارهای زنده نهاییتون رو به دست میارید که 8 نیروی متمرکز هست که هر کدوم 4 تا و 4 تا به تیر طبقه و تیر نیم طبقتون وارد خواهد شد. تنها کاری که میکنم یک مقدار از لحاظ گرافیکی هم فایلم رو درست. اما حالا اجازه بدید که با این مثال بررسی بکنیم که آیا شیتی که نوشتیم و فرمول هایی که در اون وارد کردیم آیا Thank you.
Chiều trước hết đúng không?